دختر منضبط و درس خونیه. دختر خانم شما نفر اول المپیاد کشور هم بود، من اخراجش میکردم. خیلی خوب سر جون، پاشو بریم. مسئله پیش پا افتاده اخراج میکنی. البته اصلا مسئله پیش پا افتاده نیست خانم نفیسی. خواهش میکنم این نفر رو گذشت کنی خانم داراوی. شما دخالت نکنید خانم گیاهی. من در مورد مسائل انضباطی مدرسه‌ام کوتاه نمیام. یکی دیگه رفته دنبال هوا و هوسش. من قانون رو زیر پام بذارم؟ هوا و هوس چیه خانم عزیز؟ ازدواج کرده. از نظر من هیچ فرقی نمیکنه. یکی انتخاب میکنه درس بخونه، پیشرفت کنه، بره المپیا به کشورش خدمت کنه. یکی هم انتخاب میکنه برای شوهر گرامیش قرمه سبزی بپزه. ولی یادتون نره خانم دارابی، نفیسی شانس اول قبولی المپیاده. شانس اول که منم. خفش. خانم دارابی میبخشید، ولی هیچ جای دین خدا نگفته که درس خوندن و پیشرفت منافاتی داره با شوهر کردن. ولکن خانم آغازی، ولکن. من گوشم از این حرفا پره. قانون قانونه، مخصوصا این یکی که خیلی قانون خوبیه. محصل شوهردار باید بره شبانه. خانم دارابی، حالا میشه ببخشینش؟ بله دیگه، از قدیم گفتم بخشش از بزرگان هست. بعدش خانم حداقل بذاری امکانش رو بده یه ذره بخشش. بله 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 بله. شما هم بفرمایید بیشتر از این وقت منو نگیرید. دختر خانوم اخراجن و سلام. بیا بریم سهر، حالا اگه اینام بخوان من دیگه اجازه نمیدم بمونی. بیا بریم. خیر پیش. خانم تو رو خدا اینجوری کاری کنید که سر خانم خیلی سردی میگیرید. بله چطوری دختر؟ دارم میمیرم آقای دکتر. مگه دست خودته؟ ببینه عجلم داری ها؟ معفتمی؟ بله. نفس نفس دم بازدم. آقا اتاق عمل
دم بازدم. آی خطرناک نیست بابا؟ صد بار بهت گفتم جلو همکارا نه و نگو بابا. نترسید آقای دکتر، اصلا بهتون نمیاد که پدر پریا باشی. اصلا بهتون نمیاد. خب داشت اینوز بیشتر بدنست. ببخشید اگر مجلس جشن و سرورتون تموم شده بفرمایید که مریض ما بدحاله. به به خانم اربابی عزیزم هم که اینجا هستن. دارابی مذرد بخوام دارابی. معلومه دیگه آقای دکتر با این همه مشغله نباید اما رو بیاد بیارن. اصلا شک دارم بدونید دخترتون کلاس چندمه. اختیار دارین خانم، پروی من پیش دانشگاهیه. باورتون میشه من پیش دانشگاهی دارم؟ نه اصلا نه. بابا منم نیستم بادیم اتاق عمل. آره عزیزم حتما این وقتی بدونی باید من پرم خیلی بریم دیگه. خدا خب بریم دیگه. خانم با عزتون بفرمایید به کارتون برسید. ایشالا گیرش در خدمت خودتون باشین. حق و زحمت رو نمیگیریم. اصلا نمیفهمم چرا خانم گیاهی اومده پیش این آقا. بله آدم اصولا پیش دکتر مرد معذبه. معذب کدومه؟ مگه ما دکتر زن خوب کم داریم؟ نه اینکه به پریا جون خیلی تخفیف داده، دکتر گرونیه. اگه ما زنا به هم اعتماد نداشته باشیم از آقایون چه انتظاری دارید؟ خانم داروی جون اصلا نگران نباشیم. مگه میشه نگران نبود؟ بله بله میشه. من خودم خواهرم هزار علاک و هفت ماه زاییدم، بعد سالم سالم هم بودم بچه‌شو. هفت ماه کدومه؟ من این موقع سال دبیر شیمی زن از کجا پیدا کنم؟ نظر نظر خانم محترم، داشتیم پارک میکردیم. صداتو واسه من بارم میکنی؟ چیه ضعیف گیر بادی؟ فکر کردی حتما زنم میتونی بهم زور بگی؟ ببخشید، بفرم. معلومه که میفرمایم. بخش شوهره. نه نه نه، اصلا حرفشو نزنید. خانم دارابی، خودتون که در جریان هستید، الان آخر ساله، دبیر شیمی خوب کنم در صد المپیاد، اصلا حرفشو نزنید. این یکی هم که پیدا شده در حد اوکازیونه. فهرست کتاب‌های اولویت‌های استان آماده شد؟ آقای ابتهاج، تا حالا هیچ مردی پاشو تو دبیرستان من نذاشته، از این به بعد هم نخواهد گذاشت. اون باز اسم مردی رو هم که فرستاده بودی راه ندادم تو. حالا یک دبیر مرد ول کنم وسط دخترای مردم؟ شما درستو بخون. شما محقق هستن. من حساسیت‌های شما رو درک می‌کنم، ولی در شرایط فعلی کار دیگه از دست بنده بر نمیاد. این آقایی هم که معرفی شده از نظر علمی در سطح بسیار بالایی هستن. از نظر آموزش پرورش هم چیزی ایرادی نداره. خیلی ممنون. من ترجیح میدم طبق سیاست کاری خودم عمل کنم. هرچی که خودتون میدونید. شماره تماس منو که دارید. هر لحظه شبانه روز کسی رو پیدا کردید با من تماس بگیرید لطفاً. چشم. سلام خانم دارابی. حالتون چطوره؟ ممنون. خانم دبیرش میتونم که الحمدلله بهتره. بله بهتره. از طرف بنده و همکارام تو دبیرستان و زبدگان دانش الوند خیلی بهشون تبریک بگید. بابت دوقلوهای نازنینشون. حتما. جایگزینشون هم که هنوز پیدا نشده گویا. با چند تا دبیر خوب صحبت کردیم. خیلی خوبه خانم دارابی که این آخر سالی تونستین کسی رو پیدا کنین. میدونی که بچه‌هاتون عقبن، المپیاد هم نزدیکه. خیالتون تخت آقای رضایان. رقیبتون بچه های منن، اونم بچه های شیمی من، امسال عالیان. بله، حتما همینطوره که میفرمایین. کنایه میزنی؟ بنده غلط بکنم خانم دارابی؟ خب شما میفرمایین خوبم، بنده هم تایید میکنم. ولی نکته اینجاست که بگذاریم خانم دارابی، من برم به کارام برسم. با اجازه. نه خیلی نمیگذاریم، بفرمایید نکتتون چیه؟ خانم دارابی عزیز، نکته اینجاست که اگه الان خود مرحوم لاوازی هم از قبل بیرون بیاد و دبیر شیمی دختراتون بشه ها؟ جانم؟ یکم واقع بین باشید خانم دارابی، المپیاد مال پسر هست. خب تو کارهای علمی مردا موفق ترن. میدونی چرا تعداد زنای دانشمند کمه؟ برای اینکه زدن تو سرشون. بخاطر اینکه شوهراشون تو خونهشون حبسشون کردن. یه آقای پیرکونی هم که به زنش میدون داد، دیدی که زنه از دشت جلو. خانم ما با هم بحثی نداریم. تو المپیاد هم دیگر رو میبینیم. امیدوارم هرچه زودتر یه دبیر خوب شیمی پیدا کنین که تو شرایط مساوی با هم رقابت کنین.
کیفم باشم گذاشتم. خانم ببخشید ولی بچه ها روحیهشون خیلی بده، سهرم نشسته خونه صبح تا شب داره گریه میکنه. خیلی متاثر شدم واقعا. معلومه که نه. حالا خوب گوشاتون رو باز کنید که دیگه تکرار نکنم. قانون آموزش و پرورش میگه حضور زن شوهردار وسط یک سری دختر بچه مدرسه‌ای ممنوعه، بدآموزی داره. بدآموزی؟ بله، خانم کدوی قرمز میاره توی مدرسه من. فردا معلوم نیست چی واسه بچهای معصوم مردم تعریف کنه. خانم دارا بی سحر بدبخت حتی به ما نگفت عقد کرد، حالا چه برسه به چیزی تعریف کنه. تعریف میخواد چیکار؟ برمی داره نامه های عاشقانه پسره رو میاره توی مدرسه من. این نامه پراکنی ها از نظر من مصداق بارز بدآموزیه و از همه بدتر تشویش اذهان عمومی. شما راست میگید، اصلا سحر کار درستی نکرده. ولی خب فکر کنید که سحر به جای اینکه بره شوهر کنه میتونست با طرف دوست شه، این بقیه. ولی سحر اصلا از اولش اینطوری نبود، اصلا تریپ عشق عاشقی بود. عشق؟ کدوم عشق؟ همون عشق دیگه که... ببین بچه جون، عشق فقط دو جوره، عشق مادر به فرزند و عشق بنده به خدا. بقیه انواع عشق مجازی هن که در اثر اختلالات هورمونی به وجود میان. این عشق بین زن و مرد که الان صحبتش هست یک مسئله کاملا فیزیولوژیکه که الکی رومانتیکش کردن. یعنی چی خانم دارابی؟ یعنی پس این همه لیلی و مجنون و خسرو و شیرین؟ خودت جواب خودتو دادی، عشق مال قصه هاست. در ضمن اگه مسئله ارزش ادبی اینها نبود محال بود بذارم چنین مزخرفاتی توی مدرسه من درس بدی. من خیلی ممنون، از شما هم درد نکنه، ولی راستش همین که گفتم. یک بار دیگه هم اسم این دختره رو بشنوم یکی دو نمره از انضباط همتون کم میکنم، شما رو هم توبیخ میکنم. حالا بفرمایید. در ضمن اینم به عنوان نصیحت بهتون میگم، اگه یه وقت خدایی نکرده دچار احساس عاشقی شدید، هیچ چیزی بهتر از ورزش و دوش آب یخ نیست. آب یخ معجزه میکنه. اون زنی که دیوانه است اصلا معلوم نیست چی داره میگه. فکر کن بابا این طفلک اصلا مشکل داره. من فکر کنم تو همش موافقی. من که همچین چیزی گفتم؟ من گفتم عشقای خیابونی بده. برو بابا انقدر بدم میاد از این اصطلاح مسخره، عشق خیابونی بده. بی خیال شی دیگه، هی برمیپرن. پس با این حساب سحر هیچی دیگه، مریض ناجوره، مریضیش هم مصریه، اگه برگرده هممونم مریض میخوایم. الهی بمیرم، چی شده سحر؟ مهشید، سحر عاشق شده، این از نظر خانم دارابی یعنی. بچه من میگم بیان اعتصاب کنیم. اعتصاب؟ آره، اعتصاب میکنیم، میگیم ما تو امتحان المپیاد شرکت نمیکنیم تا وقتی که سحر رو راه بدی. آره، اونم قبول کرد. حالا بترسونیم شاید جا زد. اگه دارابیه که هممون رو اخراج میکنه. نه بابا، مگه کشکه. خیلی دیر شده، بیایم به درسمون برسیم. خب، تو این واکنش دو مول پتاسیم با چی شد؟ سحر عاشق پتاسیم بود. خیلی خوب، اشکال نداره. من میگم پدر مادرمونو بگیم بیان واسطه شن، شاید حرف اونا رو قبول کنه. ها؟ آره، اون که اصلا ما رو آدم حساب نمی کنه. بهش بگن سحر حتما قبول می شده، بگن شاگرد اول کلاس بوده. خفه شو. بچه ها میدونی چیه؟ سحر بدبخت قربانی نفرت دارابی از مردا شد. اینا مال فشار ترشیدگی عزیزم. میدونی این داستان خانم دارابی چیه؟ این یه نامزد داشته که خیلی دوستش داشته، بعد سر سفره از اون روز دارابی تصمیم میگیره از تمام مردا انتقام بگیره. مگه خبر ندارید؟ زیر همین ساختمون یه سری زیرزمینه ترسناک هست که دارابی مردا رو میبره اونجا شکنجه میده. آه!
بچه بیدی کار کنیم خانم دارابی عاشق شه. باشه اونم شد. بسید جدی میگم بیدی کار کنیم عاشق شه زروش کم شه. خود این بدتر انتقامیه که میتونیم ازش بگیری. پریه چرا چرت و پرت میگی؟ فکر کن دارابی و عشق واقعا چه فکری کردی؟ دارابی اصلا امکان نداره. ببینید قضیه این شیمیه، مگه ما عنصری داریم که باهاش عنصر دیگه ترکیب نشه؟ بله گازهای بی اثر. گازهای بی اثر میل به ترکیب ندارن، ولی معنیش نیست که اصلا ترکیب نمیشن. اگه الکترون از دست بدن ترکیب میشن. آره خیلی خوبم ترکیب میشن. آفرین بابا، دیگه بد ترکیب ترین عنصران تو شرایط آزمایشگاهی مناسب وا میدن. آره ولی شرایط آزمایشگاهی مناسب از کجا بیاریم؟ شرایطش باید خودمون به وجود بیاریم دیگه. خب حالا که چی؟ که چی و کوفت به پری هست؟ کوفت به خودت بیادب. حالا باید فکر کنیم ببینیم عنصر مناسب کیه. آقای رضاییان، مدیر مدرسه داداش همینا، همین الوان. نه، اون 15-16 سال از دارابی کوتاه‌تره. یه مرد بلندتر میخوای. این آقا فرشاد خوبه؟ سر خیابون بوتیک داره؟ پشنه؟ نه، خیلی ملوسه. یه مرد مردتر میخوای. پریا بابای تو چی؟ فکر کن دارابی بشه مامانش. پریا! واقعا که ریحانه؟ رضای شما چند سالشه؟ اوه من سر داداشم با کسی شوخی ندارم. آخه دیگه مرد کی دورو برامون هست؟ ببخشید من دبیر شیمی هم. دبیر شیمی؟ بله بله دبیر شیمی، آقای جبلی دبیر شیمی. ببخشید میدونید ما نه اینکه تو این مدرسه همون اصلا دو حالا دبیر مرد نداشتیم، این بود که یه خورده هممون جا خوردیم، یعنی اینکه معذب شدیم از دیدنتون. معذرت میخوام. بفرمایید خانم دارابی، دبیر شیمی جدید. سلام. علیک سلام. ببخشید نگفته بودین که قراره؟ خیلی مهم نبود. با اجازتون ببخشید. خواهش میکنم. شما از من میترسین؟ نه منم از شما نمیترسم. پس اون در رو ببندید. بله. خب آقای جبلی مدارکتون. بله بسید. البته این تا 2 سال پیش ها. آقای ابتهاج حتما در مورد شرط خاص مدرسه من با هاتون صحبت کردن. بله بله جس. پس باید بدونید اینجا یک مدرسه معمولی نیست. بشینید. اینجا مدرسه ای که هر سال بالای 95% آمار قبولی کنکورشه. آه چه عالی چه خوب. فقط پارسال 15 نفر از دخترای من به مرحله دوم ورودی المپیاد رسیدن، بیشتر از تمام مدارس دخترانه کشور. 2 نفر المپیادی هم داشتیم که یکیشون مدال نقره مجارستان رو آورد. مجارستان. لیلی رشیدی. آها بله میشناسم، بازیگرم هستن. خیر. چرا دیگه با پدرشون بازی توی با اون آقایی که با خانم برومند بازی میکردن تو زیزگلو با اونا. اینو گفتم که خاطرتون باشه کجا اومدید. اینجا مدرسه ای که رهبران و مدیران آینده کشور رو پرورش میده. شما خندیدید؟ نه ولی به نظر من یه لبخندی زدید.
نه بابا، خدا شاهده به جون مادرم نخندیدم. ولا شما با مشارکت زنها در رهبری جامعه مشکلی دارید؟ نه، چون بعضی مردا اینجوری فکر میکنن. اساسا بعضیا با زنها مشکل دارن. آها، نه نه نه، آره دیدم، من از این مردا دیدم، واقعا اصلا مایه آبروریزی، خیلی خجالت آور. من که نه، من خودم خیلی اتفاقا عاشق زنم. جدا؟ یعنی منظورم اینه که بهش زیر پای مادران است. این که ربطی به سوال من نداشت. نه واقعیتش این که ربط نداشت، ولی خب مرحله کشوری المپیاد بهمن برگزار میشه. از سر تا سر ایران 20 نفر انتخاب میشن برای مرحله سوم. هر کدوم از 4 تا دخترای من برن توی این 20 نفر، نفر 1,000,000 تومان بهتون پاداش میدم. 1,000,000؟ و به ازای هر کدوم از دخترام که برن توی تیم المپیاد شیمی ایران 2,000,000 دیگه پاداش میگیرید. خیلی خوبه، 4 تا دیگه میشه. اینو خاطرتون باشه. همونقدر که پول خوب میدم، کار خوب هم میخوام. منظم، مرتب، آن تایم و بدون حاشیه. متوجهید که چی میگم؟ بله بله، حتما. متوجهید؟ بله متوجهم. مطمئنی؟ یه بار دیگه توضیح میدین؟ میخوام سرتون به کار خودتون باشه. بیاید درستون رو بدید و تشریف ببرید. همین. فقط خانم اگه اشکال نداشته باشه، من یه روز در هفته اگه بتونین به مرخصی بدین، چون مادرم رو خیلی دوست دارم. بعد چی شده؟ بعد اگه خداحافظ. درست نده. چی شده؟ همون دیگه خواستم بگم اگه بشه در هفته یه روز بتونم مادر. سلام. بچه های شیمی من، خانم های عزیز، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. امیدوارم که بتونیم در ادامه سال تحصیلی با همدیگه روزای خوبی رو بتونیم با همدیگه بریم امتحانای المپیاد رو خیلی خوب بدیم و دیگه تهش اینه که پرچم ایران رو هر جای دنیا بتونیم برافراشته کنیم. و آره دیگه، البته آقای جبلی موقت اینجا هستن. بله بله البته، تا خانم گیاهی برگردن. خانم گیاهی کی برمیگردن؟ حالا انگار نگهداری یک جفت دوقلوی 7 ماهه کار خیلی مشکلیه. فعلا ایشون 6 ماه مرخصی گرفتن. 6 ماه؟ حداقل. فکرشو بکنید، یک نیروی کیفی مملکت باید 6 ماه از کار و کوشش و خدمت به مملکتش بیفته و بره کهنه عوض کنه. واقعا چه استعدادهایی که تو این بشور به صاف هدر نمیره. خجالت آوره. آقای جبلی، درس رو شروع کنید که خیلی عقبیم. بله، خب، بچه ها میریم سراغه. حواستون باشه، من به خاطر شما 4 نفر قانون مدرسه مو زیر پام گذاشتم و اجازه دادم یک مرد پاشو تو مدرسه بذاره. اگر مشکلی پیش بیاد، حالا هرچی، بلافاصله ایشون رو از مدرسه فوراً بیرون میکنم. متوجهید که چی میگم؟ بله. درس بدید. بله، خب همونجور که گفتم بچه ها، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. ما همون کتابی که خانم گیاهی باتون کار کردن، المپیادهای شیمی ایران رو باتون کار میکنیم. تا صفحه 104 مثل این که... ببخشید آقا. بله، خانم شاپوری دیگه. بله. بفرمایید. شما زن دارید؟ نه خیر. چطور مگه؟ هیچی، همینجوری. خب، به نام خدا، المپیاد شیمی. شما بشین، ما حال میدیم.
نه 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 مزاحم نمیشه. نه بابا بشین بشین. ببخشید این استارتش خرابه. باید بدم. بریم. 1 2 3. آی چقدر سنگینه. بابا نمیشه این خیلی چولمنه. بامزه است این شوته. دارابی یه داد بزنه سر این سیم پس میفته. بابا این اصلا هیچ جور با مرده کنار نمیاد. مشکل بشه کاریش کرد. نه بذارت بگم. اتفاقا اونایی که اینجوری نشون میدن معمولا خیلی هم اونجوری هن. این خوبه؟ با کدوم کت؟ با این. یه آبی نفتی داری؟ اون بیشتر به این کته میاد. سادهه یا راهراهه؟ سادهه. این؟ اون با این بهتره. خب این آقای جبلی شما چطور هست؟ از چلمناست. خیلی هم خجالتی و گیجه. فکر کنم امروز دفتر به جای قندیل یه گچ ورداش خورد. یا این؟ این بده من گره بزنم. بیچاره چه میکشه وسط شما گرگا؟ ولی سوادش خوبه. امروز چند بار اومدیم گیرش بندازیم نشد. دلی بمیرم بابا. تو بعد از مرگ مامان اصلا زندگی بریدی یا؟ یه وقتش یه ذره فکر خودت باشی. نه پریه جون، این چه دیگه از من گذشته. احساس میکنم که آفتاب جذابیت هم دیگه غروب کرده. نکرده؟ نه نکرده. زندگی ادامه داره. اینقدر به خودت سخت نگیر. من سعی میکنم بیشتر از این روی تو زمین نندازم. خوبه؟ اوی خیلی داری تیپ میزنی یا. من حوصله مامان جدید ندارم. می دیوونم. تازه بهتر از این گیرم نمیاد. باز دوباره احساساتی نشو. ببخشید من تو دفتر دبیر رو منتظر. خواهش میکنم. آقا جبلی. بله بله. ببخشید اینجا اتاق دبیرانه. بله خوش اومدین خانم. آقای جبلی خوش آمدین. آقای جبلی من یزدان پناه هستم، قدیمی ترین دبیر اینجا، دبیر ریاضی. بله خیلی خوشحالم از آشنایتون. امیدوارم دوران راحت و خوبی رو اینجا بگذرونید. مرسی خیلی ممنون. خوشحالم در خدمتتون هستم. خیلی بابا خوشحالم در خدمتتون.
خب اون یکی عنصر چیه؟ چند تدریس کردیم؟ خانم دارابی سلام. علیک سلام. بفرمایید خلوت کنید. راه رو که جای سوال پرسیدن نیست. بفرم. بعدا میگم. همه چیز رو به راهه؟ بله بله خیلی بچه های خوبی هستن. لازم به تذکر دوباره که نیست. چی؟ فاصله تون رو رعایت کنید. آن چشم بله. با بچه ها. آن بله بله. تو ببین کنی نامزد یه چیزی هم داره؟ حتما داره. همچی تیکه اگه رو زمین میمونه. تازشم. من خودم فکر کنم عاشقش شدم. زحمت کشیدی خانم، تو همین یک ساعت پیش اقلا 10 نفر عاشقش شدم. خب باشه، ولی من خودم اول همه عاشقش شدم. اصلا خانم دارابی وقتی یک سه نمره از انضباط هر دوتون کم کردم میفهمید. یک بار دیگه هم دور برای آقای دبیرشیمی ببینمتون از کل امتحانات اینتر محرومتون میکنم. داخل. سلام خانم دارابی. من نمیدونم اینا از چی خوششون اومده. نه برا رو داره نه قد و قواره. موی درست حسابی هم که رو کلش نیست. بابا جبلی که گناهی نداره. دخترای این دور زمونه هار شدن. خب میخوایم آنتالپی اعتراق این مسئله رو به دست بیاریم. یک و یک دیمیتیل هیدرازین به فرمول CH3NNH2 به عنوان سوخت سفینه استفاده میشه. پس شد CH3N. توی کتاب روانشناسی جنس مقابل نوشته که جذابترین مردا برای خانما لزوماً اونایی نیستن که خیلی خوشتیپ و جنتلمن و اینجوری هن، بلکه اون مردایی هستن که حس حمایت رو در خانما به هم میانگیزن. حالا اینا که گفتی یعنی چی؟ یعنی مردی که مثل پسر بچه ها میمونن، یکم خجالتی و حواس پرت و جولیده پولیده و اینا به زنها که غریزه مادری خیلی براشون مهمه حس حمایت میدن و اینجوری میشن جذابترین مردای عالم. این حرفا همش مزخرفه. خانم داره به جوینر که من از خودم نمیگم. اینا رو شما الان تو هر سایت روانشناسی مدرن برین نوشته. بی خودم نیست دیگه، نصف دخترای مدرسه رو یه روزه عاشق آقای جبلی شدم. وای چقدر ناز این جبلی. من که هیچی نفهمیدم. هیچی نفهمید. ولی خیلی خوشیپه. وای آره خیلی. چه صدای قشنگی هم داره. دیدی همچی مردونه؟ خانم دارابی. بچه دقت کردین چه بوی خوبی هم میده؟ چقدرم خوش لباسه. میدونی که این وقت سال 26 معلمی. من کاری به این حرفا ندارم. این آقا نظم مدرسه رو به هم ریخته، باید یه فکری باهاش بکنیم. چرا نیومد؟ رفته دستشویی. گفتم بهش بگن زود بیاد اینجا. از فردا باید بعد زنگ مدرسه وارد بشه. در طول روز هم باید دستشویی. کدوم دستشویی؟ خداحافظ. سلام، اجازه میدونی برسونیم اتون؟ بابنده این؟ آره آقا خوشگله، حالا کجا میخوای بری؟ من ماشین دارم خودم، مزاحمتون نمیشم متاسفانه. ببخشید دیگه ماشین هست. برسونیم اتون. ولی خوش به حال اون شاگرده که یه همچین معلم جیگری دارن. ممنون. الان که یه دوره ای. الان موها ریختی. ماهی بابا. الان مشکل تری. مطمئن. آی. خجالت بکشید. بید گم شد در جلوی مدرسه من. بریم بریم حرکت کن. برو گم شد. میگن باید بفرمایین. گیر داده بودن، دستون درد نکن. چرا جوانا جدیدن اینجوری شدن؟ شما سنگین‌تر رفتار کنید. تا
تو خیابون بهتون گیر نمیدن. بله بله درسته آفر. خیلی نکته ظریفی رو باشه شده کرد. باری زدی باری کرد. دارابی داره جبلیو بیرون میکنه. مگه چی شده؟ هیچی دیگه بابا، تند رفتیم. دارابی اصلا ترسیده، از صبح تا حالا داره زنگ میزنه این ور اون ور دنبال دبیر شیمی زن. لیسانس هم راضی شده بابا. خسته نباشی بابا. من گفتم با دارابی نمیشه، بیا به جنگ عاشقش بشه داره میندازتش بیرون. بابا این نشونه خوبیه. به خدا راست میگم دارابی ترسیده، یعنی قبول کرده که جبلی جذابه. این عنصر ما داره آماده ترکیب میشه. برو بابا. این عنصر اصلا تو جدول مندلیف نیست. دارا بیام. چرا دیگه؟ بابا این عین واکنش متان با کلوره. اولش متان را نمیده تا اینکه برانگیختش کنه. حالا متان ما الکترون از دست داده آماده ترکیبه. حالا بعد چه اتفاقی بیفته که واکنش انجام شه؟ بعد کلور پیوندش شکسته شه. گرفتی؟ ها آره آفرین. آفرین. خب میشه لطفا بگید منم بفهمم؟ یعنی اینکه دارابیون آماده ای ترکیبه. الان بعد چی بشه که واکنش انجام شه؟ جبلیون فعال بشه. آفرین جبلیون. الان جبلی یه نخ به دارابی بده تمومه. بوم. از که صحبت از عشق ها بچه ها، نه یه واکنش شیمی. بوم. شیمی همه جا جواب میده. دنیا روی همین واکنش های شیمی میگرده دیگه. خب حالا چه جوری؟ چی چه جوری؟ چه جوری میخواین جبلی رو وارد بازی کنین؟ خب ما جبلی رو خب ما میریم به پری. ما چه جوری جبلی رو وارد بازی کنیم؟ خب ما هنوز به اون فکر نکردیم، ولی تو شیمی حتما جواب میده. آره خدا رو شکر واقعا شیمی شما همه چی حل میکنه دیگه. جبلی من دیروز تو دفتر ایشون بودم، راجع به شما با من صحبت کردم، میگن که شما محلشون نمیذارین، میگن که آه ضد زنین. آی بابا این حرفا چیه؟ ضد زن چیه؟ به خدا من غلط بکنم؟ من همه شما رو دوستتون دارم. گفتن که ایشونو میبینین راتونو کج میکنین یه طرف دیگه میرین. من؟ بله آقا ما دیدیم میکنید این کارو. اصلا میگه شما باش حرف نمیزنین. بابا میگه رابطه من با آقای جبلی در حد دو کلمه، سلام خدافظ خدافظ سلام. خب ایشون به آدم گیر میدن، شما به آدم حق بدین دیگه. من وقتی میبینم بهم گیر میدن، ایشونو ببینم از دور راهمو کج میکنم، از یه مسیر دیگه میرم بدبختی. خب که طبیعیه وقتی بی علاقگی و بی توجهی از شما میبینن اینجوری کنن. بعدم خب این خصلت خانواست دیگه، نگین که نمیدونستین ها. آها اونو که خب دقیقاً میدونم اونجوری انزنا، اونو که میدونم، ولی خب من میگم ایشون چرا ناراحت شدن از این کارم؟ چه فکر کردم من قصد بی احترامی مثلا داشت؟ آقای جبلی تکلیف ما رو روشن کنید، میخواید تو این مدرسه بمونید یا نه؟ چی شدن؟ ببینین دیگه بچه ها بهتون عادت کردن. آخه یعنی به خاطر من بود؟ بله. خیلی تفلک دیدین چی؟ گریه کم. نمیدونم من خودم اینجا خیلی دوست دارم درس بدم. خب اگه دوست دارید بهش نشون بدید دیگه، یک کاری بکنی. بله بهترین راه همینه. بعد برم بگم من دوست دارم قراردادم رو تمدید کنم. مثلا بعد برم بهش نشون بدم. نه ببینید نه این کار نکنید. این خانم داره به روی این جمله حساسه. این که من میخوام قراردادم تمدید کنم یعنی اخراج. چرا یعنی چی؟ شما که خانم دارابیو که نمیشناسی که ایشون یه اخلاقی خیلی عجیبی داره. این که یکی از دیا هست. خب اونا رو با کاغذش میخوره. خب از ایشون مشکل دارن دیگه. خیلی خب من باید چیکار کنم؟ زود رفتی خنگه. این نجفی همچنی بی خودی زد زیر گریه. بعد من حرفمو یادم رفت که چی میخواستم بگم. و الان یادم اومد.
خانم دارابی دیروز منو خواستن تو دفتر. ایشون یه دونه قرارداد گذاشتن جلو من 2 ساله. بعد دادم به من، منم امضا کردم خدا رو شکر. بعد حال شما بگین چرا؟ چه خوب چرا؟ برای که بهش توجه میکنم، بهشون لبخند میزنن، تبریک میگم، تسلیت میگم. بعد یه وقتایی همینجوری به مناسبت‌های مختلف براشون اس ام اس میفرستم. میرم مثلا سفر گردم شده انقدر براشون سوغاتی برمی‌دارم. خب این چیزا چی میگن آقای جبلی؟ پاچه خاری. بچه 100 بار بهتون گفتم لغات سخیف رو وارد زبون فارسی نکنی. آقای جبلی به این چیزا میگن محبت، میگن احترام، توجه. اصلا این زن به قدری دلسوزه، به قدری رحیمه که اصلا باور نمیکنه. یه شاخه گل که بهش میدید اصلا چشماش پر از اشک میشه. آخه اصلا آدم دارابی خانم دارابی دیگه تو رو خدا یه کاری کنی اینجا بمونی. شما بهترین معلم شیمی هستین که ما تا حالا داشتیم. میبینید چقدر به من عادت کردن؟ بله. خب حالا من باید چی کار کنم؟ پریا شما حاضره؟ پریا بابا ول کن المپیادو شام چجوری میشه که جبلی به دارابی نخ بده؟ خب بدون اینکه خودش بدونه داره نخ میده. نخ دادن بنا به تعریف خودش یه فرایند خودآگاهانه است. یعنی چی؟ یعنی آدم باید بدونه داره نخ میده که بتونه نخ بده. خب بحث تئوریکه، من باید این تو کیس رو کنار هم ببینم تا بتونم نظر کارشناس بدم. اردو میخواین چی کار؟ آخه خان دارابی عقبیم. البته آقای جبهه تفلی خیلی زحمت میکشه تفلی، ولی خب دیگه چی کار کنه بیچاره؟ بله خانم، برادرمون همین الونده، میگه کتاب شیمیشون کلن تمام شد، الان فقط یه هفته سن کار میکنن. الوند؟ از همین فردا براتون کلاس فوق‌العاده میذارم تا هفته شب. تو اردو؟ نه خیر، تو همین مدرسه. اردو مال گشت و گذاره، نه مال درس. خان ناظر زاده نگی تو رو خدا، الان بیشتر دبیرستانای المپیادی دارن اردو میذارن. خیلی موثره، آدم تو فضای علمی قرار میگیره. بعد برادرمون میگفت آقای رضاییان هفته پیش 2 روز بچه ریاضیشو فرستاده اردو داشته بهش، انقدر جلو افتادن. این هفته هم مثل اینکه نوبت شیمیاست. خوش به حالشون. حیف. چرا حیف؟ داشته بهش مال پسراست. درستش هم همینه، اردو فقط مال پسراست نه دخترا. این چه حرفیه میزنی خانم ناظرزاده؟ ببخشی؟ همین حرفا رو میزنید که آقایون مرتب از ما کولی میگیرن. قصور از خودمونه. اصلا من میخوام بدونم رو چه حسابی محل اردو باید مال پسرا باشه؟ ها؟ چه بدونیم والا؟ اینا همش زیر سر اون رضایان کوتوله است. اتفاقا شنبه جلسه کلاس‌های متمرکز المپیاد داریم تو منطقه. این مسئله رو مطرح می‌کنن و آبروشون رو می‌برن. اردوی پسرونه. خجالتم نمیکشن. حالا اگه من دخترامو بخوام ببرم اردو، یقه کیو باید بگیرم؟ راستی خانم، اگه بخواید میشین بریم باغ ما تو لواسون. نه خیلی لازم نکرده. من خودم یه اردوی خوب براتون پیدا میکنم. هر جور راحتید. اصلا بابا میگفت خانم دارابی قبول نمیکنه ها. بابات برای چی اینو میگفت؟ هیچی، همینجوری میدونید که شاپوری. بابات چی میگفت؟ خانم دارابی جایی که من اصلا نمیاد میشه من معذبه او. نکنه بابات فکر کرده من ازش میترسم. والا چی بگم، فکر کنم همینجوری فکر میکنه. چرا میکنی؟
خودتونو بچی یاره کلاچ برداشت این ماشین فری من برداشتم شما زدید به من بس من رو ترمز رو سن بود حواستونو جمع کنید چیزی هم نشد اینو من پاک کنم بله آقا پاک خب بچه اینجا رو دقت کنید گزینه ه بله درو بیا اومدم خدمت خب اینو سال تعادلش رو حساب کنید ببینید کدوم گزینه است 5 دقیقه فرصت بدید خسته نباشید جانم دکتر خوبی رو برای بله بله درسته آره مسلط بر امور گوش کن سر نهار حواست باید 6 تون به طرف باشه 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 فقط من متوجه نشدم کدوم طرف؟ طرف آه خانم داراوی خانم دارا خب باید مثل پروانه دورش بچرخی دائم بهش توجه از نگاش باید بفهمی چی میخواد باید توجه تو رو تو تک تک سلولای بدنش احساس کنه آه سلول باید این ناجور نمیشه احباب اردو جای درس خوندن نیست آره واقعا بچه ها خب ببین دکتر من دقیقاً مثلا چیا رو بهش تعارف کنم ببخشید غذا وقتی کباب آوردن یه سیخ میذاری جلوش با گوجه سبز خوردن نوشابه براش باز می‌کنی خب بعد از غذا دسر براش سرو می‌کنی چای براش بریز قند یا شیرینی یا خرما هر کی هست شیرینی خرما هر چی بعد از نهار بله آقا ما تموم کردیم مهشید میشه خفه شی وای وای باری کلا خانم خب بیا اینجا یه بار برای بچه ها حلش کن خب بچه ها توجه کنید په سه او دو منهای په هاش دو به توان سه به روی وای وای این سالادی ها دکتر اون تیکه آخر میل نمی کنی؟ خیر بچه اونو دست بده خانم داره بی بفرم میکن سیر شدم آقای جبلی بخواییم با لغمه شرمهری هست بفرمایید پاشین پاشین زود جمع کنی یا علم کار داریم دکتر پاشین چشم آقای دکتر دستتون درد نکن خواهش بفرم خسته نباشی ببرم عدس کنه رو خسته نم خیلی عالی بود خیلی خوشمزه بود دستون در نه من که درست نکردم آقای دکتر درست کرده بودن هر حال خسته نمش بوشه جان شما دوست داشتین خانم دارابی؟ بله خیلی ممنون بفرم میوه هم یکی از بفرمین کیک یزدی من خیلی دوست دارم بخور نه خیلی ممنون من حواس کردم یه دونه بخور درست داشتم بفهمید پرتغال شما همیشه اینقدر تعارف میکنید؟ نه من دیدم شما دور نشستین گفتم کمک کنم به این میگن یک جنتلمن واقعی من که سر میز غذا پدر مادر هم نمیشناسم مشخصه مورده این روی
خوشتم زن. دکتر زیاده روی نکردی؟ من خیلی تعارف میکردم، فکر کنم عصبانی شدن ها. بیا بیا فکر بد نکنم. خب فکر بد بکنم اگه بده بگیریش دیگه، لازم نیست بری این ورانور درس بدی، داخل اون خودتو بستی، نخوبه دیگه. شوخی کردم با داراوی که اصلا محاله. آره بابا نه. نمیشه که. ببین مهندس میخوای زن استخدامت کنه یا نه؟ آره آره میخوا. خیلی خوب، پس خوب حواسو جمع کن یاد بگیر. وای شما چقدر بیکر میردی که بایی لطف داریم. واقعا منظور چیز بود؟ دیدی هیچی مثل جوک گفتن یخ آدم ها رو وانه میکنه. آره طرف که به جوکت خندید بدون که دیگه تو مشتت. آخه این جوکت خیلی هم خوب بود دکتر، عالی بود. یه چیز بهت میگم آویزه گوشت کن، جوک خوب و بد وجود نداره، جوک گوی خوب و بد وجود داره. وای یه عجب جمله بود. ببین من جوک گفتن خیلی دوست دارم دکتر، ولی هر موقع شروع میکنم مثلا گند میزنم، خراب میشه، نمیتونم. فکر میکنی نمیتونم؟ نمیتونم. جوک گفتن یه اصولی داره. میخوای یاد بگیری؟ چرا نه. آره یاد بگیر. بری اولا که هیچ وقت برای جوک گفتن از کسی اجازه نگی. نگو اونو شنیدین اینا، شنیده باشم به درک. الان باید از دهن تو بشنم. جالب. تو چشمشون باید نگاه کنی با یه لبخند. هیچ وقت به جوک خودت نخند. کسایی که به جوک خودشون بلند میخندن اصلا قابل اعتماد نیستن. یک لبخند کوچیک کافیه. اینجوری آقای جبلی. بله. آها نه نمیخوام، فکر کنم بره لبخندم شدنیه. خوب نشد؟ چرا مریم؟ نه حالا با اعتماد به نفس کامل یه جوک تعریف کن. یه خرگوش بوده میره داروخونه، میگه که آقای داروخونه هویج دارین؟ آقای داروخونه میگه که اینجا داروخونه است، هویج نداریم. میره خرگوشه میره دوباره فردا باز دوباره بیدی میره اونجا، داروخونه میگه آقای داروخونه هویج دارین؟ باز داروخونه ناراحت میشه میگه نداریم پسرم ول کن. بعد باز دوباره میره، باز دوباره فردا میاد دیگه داروخونه ناراحت میشه میگه آب هویج نداریم. اون گوش نمیکنه، با مش میزنه تو دهنش، تمام دندوناش خرد میشه. آه نه آخرش باز ببخشید فرداش دوباره خرگوشه میره تو همون داروخونه میگه که ببخشید آقای داروخونه آب هویج دارین؟ چون من یه هویج که نمیتونسته بخوره، گفته آب هویج دارین دندوناش ریخته بود. بچه ها ساعت دوه، وقت همون خانم داراوی یک دفعه هم یه اسمه بوده. آقای جبلی خانم ها درس حالا به کم روی آدم دیگه یک کار کنه. آدم دیگه از کجا گیر بیاد؟ راست میگه، تو رو خود یک کاری کنی کنه. چیکار کنه؟ اصلا فایده نداره. بچه ها مگر اینکه جبری حاضری؟ بله بگیر برو نوفر نوفر بیا 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 باشا بیا. ببخشید خانم، عمدی نبود. ببخشید. ساعت یک رو به پنجه ها. خانم داراوی توپ ما رو میدیم، میخواییم پارهش کنی. ماشالله عجب ضرب دستی. خانم شما قبلا بازی میکردین؟ باشگاه تهران جوان بازی میکردم. پس افتخار بینید از ما بازی کنین. نه خیلی ممنون. خانم تو رو خدا بیان. خانم تو رو خدا یه دست. یه رو وقت داری. یه رو وقت داری. خانم داری تو رو خدا بیان. گفتم خیر. شما هم راست ساعت پنج باید تو کلاس باشید. نمیشه تو پرویشه خانم دارابی. هفته بهتون آوانس میدم. ده تا.
مثل که متوجه نشدی یا خانم دارابی دسته یک تهران بازی میکردن. دسته یک چیه بابا جون؟ تیم ملی زنان هم بیاد اینجا به بچه محله ما میبازه. بابا مسئله فیزیولوژیکه، مردا از زنا قوی ترن. بگی جا بلی. جبلی تایید. بیا جبلی بیا. سرویس اول با تیم دکترینا بزن. جبلی میخوایی تکم بخوری؟ بزن. جبلی لازم نیست همه رو ساید بزن، یکم پنجه بزن. برو پنجه رو میزن. انگار این امتیاز خیلی خوشحالتون کرده آقای دکتر. آره خود ریش خانم دارابی اختصاصی باز شماست. بزن معلوم میشه آقای جبلی. این بر خیلی خوب بود. دو یک دو یک. این یکی رو زیر 15 سال میزنم ساده. خالیشو تیز میندازه اینقدر بالای تو با این قفاصله حمیدی چیه پاس دیگه آها پاس حالا یه دونه میدین من بزنم محکم اسمش دقت کن دیگه برو برو همش که خودت میزنی یه برای خودت تارو شما کشیدین؟ بله میدونم خانم داروی من قبول دارم خانمها رو دست کم گرفت با این نبرد انتقامی شده
کار داری؟ خسته نباشی خانم. خوشت اومد چه کردم با دکتر؟ آره دست درد نکنه، پوزشو به خاک مالیدی. تازه گرم نبودم، دفعه دیگه من ده تا بهش آغاز میدم. این آقای دکتری که من دیدم بعید میدونم با این حرفا روش کرده. حواست به جبلی هست؟ آره، این چه مرگشه؟ هیچ حدسی نمیتونی بزنی؟ شاید مریضه، رنگشم که پریده. پسرهی داری دوروبرت میپلکه، هی بهت سرویس میده، برات غذا میکشه، جوک میگه. چرا؟ شاید مساعده یه چیزی میخواد. بیتا جون از من بپرسی، پسر چشش دنبالته. چی گفتی؟ نشنیدم. جبلی گلوش پیشت گیر کرده. خیلی بامزه بود. حالا چه حرفا؟ خاطرخواه من، اونم جبلی. بیتا خانم من 10 سال نازم مدرسم، دختر پلکش میپره، میفهمم چه کلکی میخواد سوار کنه. واسه خودم یه پا روانشناسم. خب که چی؟ این جبلی امروز یه جوری نگات میکنه، از بغلش که رد میشی دست و پاشو گم میکنه. ندیدی از حولش چه جوری که یکی از دیرو با کاغذش خورد؟ رنگش هم میپره. خب دیدی سر نهار چه جوری بهت میرسید؟ برات پرتقال پوست نگرفت؟ ها؟ گرفت یا نگرفت؟ چرا؟ خب دیگه بفرما. چرت نکو شهلا. حالا وقتی پاپیش گذاشت میگه آفرین شهلا که چقدر خیلی غلط میکنه پاپیش بذاره. قلم پاشو میشکنم، همینم مونده. اونم الان که بچه‌ها میخوان برن المپیاد. اصلا چطور جرأت کرده؟ حالا خالیش ده. سری میخوام برم بعدی. این تانژانت تانژانت بچه‌ها جمع کنید بریم. مساویس با این خانم، من قرار نبود تا ساعت نه خیر، بچه‌ها دست ما امانت هستن، بعدش هم نمیشه که. جمع کنید. خیلی دکتر، خدا حافظ. خانم درابی، من منتظر نبرد انتقامی هستم. بله حتما، خدا حافظ. چیشون شدی او؟ اینا مشکلات زنانه است، رو اعصابشون تاثیر میذاره. خب ما که مشکلی نداشتیم دکتر. ها تو که عالی بودی. خب باز دست میخوام. باز فکر میکنی معادلتون داره حل میشه؟ بلنگ گذاشتیمشون رو چراغ الکلی تا ببینیم چی میشه. ولی حرارتشون داشت میرفت بالا. آره. توی آن گوهر پاکیزه که در عالم قدس ذکر خیر تو بود حاصل تسبیح ملک. بفرمایید. سلام سر. ببخشید خانم داربیه، اگه اشکال نداره بیاین، چند لحظه میخواستم وقتتون رو بگیرم، یه عرضی داشتم خدمت. بفرمایید. یه عرض خصوصی داشتم، بیاین. ما عرض خصوصی با کسی نداریم آقای جبلی. اگه مسئله هست همینجا بفرمایید و بیشتر از این وقت کلاس رو نگیرید. بسیار خوب. ببخشید من یه مسئله برام پیش اومده که واقعیتش دیگه نمیتونم مخفیش کنم. خیلی دوستتون دارم. بله؟ عرض کردم دوستتون دارم، عاشقتون. خانم دارابی چی کار کنم؟ این حرکت چیه آقای جبلی؟ بفرمایید بیرون، اصلا شما اخراجید. اخراجم کن، بکش، ولی این عشق از من نگیر. مامان
نگاه میکنی؟ هیچی خانم، گونتون یه ذره قرمزه. مریضین؟ دکتری؟ دکتر که نیستی؟ منم اصلا مریض نیستم. بفرما کلاس. چشم. ولی راست میگن خانم ها، صورتون یه مقدار سرخه. این بخش صورتون یه مقدار گونهاتون قرمزه. فکر میکنم از فشار باشه. فشار من فقط به خودم مربوط میشه، متوجه اید؟ حالا اگه کاری ندارید من برم به کارم برسم. خواهش خدا حافظ. انبار اینجا میدونم. یعنی تو این تهران یک دبیر شیمی زن پیدا نمیشه؟ خیلی هم خوب نبود نبود. لیسانس هم قبوله. بابا من امروز 1000 تا کار دارم، عجب گیری افتادیم ها. خیرتونم که به ما نمیرسه. بفرمایید. در نبندید. ببخش. در نبندید. در باز کنید. باز کنید. بازتر. بازتر. من میخواستم. بازتر لطفا. بازتر. یه تهش خانم. بفرمایید امرتون. ببخشید کلید آزمایشگاه گم شده، با بچه‌ها هر چی گشتیم پیدا نشد. گفتم مثل اینکه یه دونه یدکی تو دفتر هست، خدمتتون رسیدم اگه بشه لطف کنید. کلید کجا؟ آزمایشگاه. آزمایشگاه کجا؟ شیمی. بله. مرسی. کلید. دست. خیلی ممنون. ببخشید خانم، نمیخوام فضولی کنم ولی صورتتون هنوز قرمزه. قرمزه که قرمزه. ببخشید. آقای جبلی. بله. امروز ساعت 3 بعد بریم منطقه. برای چی؟ جلسه کلاس‌های متمرکز منطقه است، برای دبیرستان‌هایی که المپیاد دارن. باشه باشه، من در خدمت. با عزت. درم ببندید. علیکه سلام. خانم کجا با این عجله؟ جلسه هنوز شروع نشده. میدونم، کار دارم. خانم دارابی، راست میگن از المپیاد شیمی انصراف دادین؟ امسال بچه‌هام بچه‌هاتو له میکنن رضاییان. مثل پارسال؟ پارسال فرق داشت. اول آخر که همشون باید شوهر کنن، المپیاد میخوان چیکار؟ خانم دارابی شما کجایی؟ یک ساعتی دارم دنبال تو میگردم. در خدمت آقای رضاییان. میبینم. سلام. بریم. آقای دبیر شیمی؟ بله جبلی هستم. آقا از آشنایتون خیلی مشعوفم. ممنونم. آقا ما خیلی از شما تعریف شنیدیم. قربون شما. اولین دبیر مردی که پاش به دبیرستان گلستان رسیده. آقا شما یه جوری در حد اولین انسانی هستین که پاش به کره ماه رسیده. اولی و آخری البته، چون دیگه بعد از اون هیچ کس پاشو تو ماه نذاشت. امیدوارم تو المپیاد موفق باشی، هرچند بعید میدونم. همونطور که تو کنکور خدمتتون رسیدیم، اینجا هم پوزتون رو خواهیم زد. خیلی ببخشیدا، وقتی پای حفظیات وسط باشه ما مخلص شما هم هستیم، ولی وقتی پای هوش، پای تحلیل و استدلال میاد وسط، دخترها با پسرها قابل مقایسه نیستن. دقیقا. ببخشید اینو کی گفته؟ آقای جبلی عزیز شما بفرمایید. شما که هم تو مدرسه پسرها درس دادین هم دخترها، انصافاً پسرها باهوش‌ترن یا دخترها؟ خب به نظر من فرق نمی‌کنه، مثل همن. نترس جبلی، راستشو بگو، میخوام بدونم. خب من در واقع فکر میکنم که دخترهای شیمی که شاگردای منن
زرنگترین و باهوشترین شاگردایی هستند که تا به حال داشتم و فکر کنم در واقع امسال پسرهای شما سوسکن. خواهیم گرم بیایی پسر زن زلیل نوکر زنا بخواه آفری خوب چشاش رو در آوردی گفت پسرش سوسکن ولی دیگه چیز بهتری دیگه به ذهنم نرسید ببخشید نماز چی کار کنم دیگه روشن نمیشه هر کاری کنم الان چند ماه این بر بردم اون بر بردم باز میگن این مشکلی داره دیدین دیگه هر کاری کردم روشن نشد ببخشید دیگه مزاحم شما شدیم یه موضوعی هست میخواستم بهتون در میون بذارم ببخشید خانم یه نوع جون بکنیم یه عرض داشتم خدمتتون عرض رو بل کن آقای جبلی موزیک رو گوش بده بح بح آفرین خیلی زیباست خانم میخواستم یه موضوع خدمتتون بگم چی؟ ببخشید خانم دارابی میخواستم یه چند وقت بود یه موضوع رو خدمتون مطرح کنم فرصت پیش نمیمد فکر میکنم الان که تنهایی بد نباشه بگم البته فکر میکنم خودتون بدونید راجبه چیه بله و جوابتون منفیه ببخشید میتونم بپرسم چرا؟ نه خیر ترجیح میدم راجبه این موضوع صحبتی نکنم خب حتما کار بدی کردم که ناراضی هستین ازم آره کار خبطی کردم ببینید آقای جبلی نه اینکه با شخص شما مشکلی داشته باشم ولی من خودم بر وضعیت فعلی راحت ترم منظورتون وضعیت قبلیه دیگه نه خیر عرض کردم وضعیت فعلی حالا مهم نیست بهتره که کلا این موضوع رو فراموش کنیم آره اینجوری بهتره من اصلا اشتباه کردم مطرح کردم ببخشید خواهش میکنم راستش رو بگو به خاطر پول جلو اومدی؟ خب واقعیتش یه مقدارم به خاطر پول بود ولی همش نه چیزای دیگه هم هست خیلی پر روی آقای جبلی ولی حداقلش آدم صادقی هستی خب به خاطر اینی که از در به دری خسته شدم خانم از قراردادی بودن خسته شدم میخوام رسمی بشم که اینطور پس میخوای رسمی باشی بله منظورتو فهمیدم البته نه اینکه قراردادی ها بد باشن ها خیلی هاشون هم خیلی آدم های خوبی هم ولی نه دوست دارم رسمی بشه پس قراردادی هم داشتی؟ زیاد تا دلتون بخواه و تعریف خودم نباشه همه شون ازم راضی هم میتونیم بریم سوال کنیم ولی آدم خسته میشه دیگه قبول داریم به هر حال مثل کلیا هی این ور اون ور هی نمیدونم صبح اونجا، ظهر اونجا، شب اونجا، بعض وقتا حتی چند تا با هم دیگه خب به آدم فشار میاد، نمیکشه آدمه دیگه، آدمه، نمیکشه پس فشارم بهتون اومده؟ بله اوائل اینجوری نبودم، اوائل با خیال راحت آره تخت گاز میرفتم، ولی دیگه کم آوردم، میدونی 40 سالمونه دیگه، 40 سال رد کردیم، طبیعیه ولی اگه واقعا میگم قسمت بشه در خدمت شما باشم از جون و دل مایه میزنم از صمیم قلب میگم ببین آقای جبلی من نمیدونم که چی باعث شده به خودت اجازه چنین جسارتی رو بدی تقصیر منه که گول اون ظاهر مظلوم تو خودم ساکت باش شما مردا همتون جپاخید خانم دارمی ای بابا خانم حواستو جمع کن چیکار کردی همینجوری زرتی میزنی رو ترمز کاری چی خانم پشت زدی طلبکارم هستی بله پشت ببینم ماشین من میزنی پس بکش بالا وای ببینم وای بده ماشینی وای
چی میکشی؟ برو 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 ببینم برو برو چی داری چی بهت گفتم؟ گفتم که چی میکشی از دست خانومتون؟ چی میکشی از دست من؟ وایسا ببینم چی میکشی از دست من؟ مگه من چمه؟ خانوم دارابی خودتون ناراحت نکنین بیا تو چرا نار شدی؟ من میخواستم یه چیزی بفرونم ولی زمان ندادن در رفتن نشد اصلا به چه اجازه اینجوری راجع به آدم ها قضاوت میکنید ها؟ چی میکشی از دست من؟ تو چه میدونی که چی میکشی از دست من؟ شاید من تو زندگی مشترک خیلی زن خوبی باشم که حتما همین جوریه شما چیزی فرمودی؟ من به جون مادرم دارم از شما تعریف میکنم بابا وضعیت من دونی نازی هستی ولی زیر این پوسته ظاهری تو شگفت‌انگیزترین و جالبترین دختری هستی که تا حالا دیدم جک این غیر ممکنه نمیتونم ببینم ات باید با حرف بزنم نه جک نه روز این انفجار که بزرگترین عملیات انتحاری از ماه می در پایتخت افغانستان بود 12 غیر نظامی افغانی کشته و 47 نفر نیز مجروح شدند. همکنون همکارم اخبار ورزشی را به اطلاعتان میرساند. با تشکر از همسر مهربانم. تیم ملی فوتبال ایران ماه آینده در این دیدار تدارکاتی به مساف سادیم داشتیم درس می‌خوندیم اینجا که جای درس خوندن نیست بفرمایید سر کلاساتون بفرمایید ویتا صبح خیر خانم ناظر زاده صبح خیر خانم دارابی سلام خانم دارابی علیکم سلام چرا اینجا جمع شدید بچه‌ها ما چیز وای خانم دارم چقدر عوض شدی خیلی ممنونم بچه ها حالا بفرمایید خانم ناظرزاده زنگ گذشته ها ها الان زنگ رو میزنم خانم دارابی چی شده؟ یهو انقلاب کردی؟ نکنه خبر مبریه؟ بفرمایید زنگ خورد خبری؟ نه هیچ خبری بفرمایید میگم این بوی عطرتون هم خیلی خوب آدم گیجی میجی خیلی ممنونم فقط اینکه وقتی آقای جبلی آمدن بفرستینش دفتر بگی من باش کار دارم باشه؟ بله حتما بفرمایید بچه ها بفرمایید چشم شیوه شده بوده نمیدن که خوشو
جالی نداره. آره عزیزم عوض شده. آره ولی نه خیلی. واو خیلی خوب شده. ببین قربونت برم بعضی از خانم‌ها اینجوری هم من میدونم دیگه خوش آرایشن. دختر خاله من یه دست که تو صورتشون برن اصلا کلی عوض شد. یاسر عزیز شوخیت گرفته نهیدی چه ماه شده بود این دیروز این ریختی بود؟ نه نکنه عمل کرده نمیشه آدم اون ریختی و این ریختی بشه. یه روزه چیجا عمل کرده خیلی خود با ولش کنین من دیده به خودش امیدوار شد. سب که یه دقیقه حالا اگر الان خانم دارا بی عاشق جبلی بشه بعدش چی میشه؟ چی میشه پریا؟ هیچی دیگه حالا وقتی حرف سر بزنی بر نمیگرده دیگه عشق وجود نداره. نو نو را بفرمایید. ببخشید خانم، خانم درابی نیستن؟ بفرمایید تو آقای جبلی. ایوا چقدر عوض شدین بابا، اصلا نشناختم اتون به خدا، خیلی عوض شدین. عینکتون رو عوض کردین؟ آره بله. آره اون در رو ببندید. ببندید چی؟ آها ولی واقعا خیلی جالبه، خیلی عوض شدین، خیلی بهتون میاد، خشنگه. متشکرم. بفرمایید. ببخشید زیادی هم دارم میگم ولی اصلا برای من خیلی عجیبه یه فریم عینک آخه اینقدر میتونه تو زیبایی تأثیر داشته باشه. اصلا خیلی جالب بود به نظرم. با اینکه میشه من یه لحظه ببینمش؟ نه دیگه چیزی هم نیست دیگه، یه عینک ساده است دیگه. آره بله یه عینک ساده است. ولی همین عینک ساده الان شما بزنین به چشتون خیلی تأثیر دارن، خیلی عجیبه به نظر. ببین اصلا واقعا اصلا زیر رو شدی، خیلی تأثیر داره. راستش آقای جبلی من خواستم اتون اینجا که بگم در مورد پیشنهادتون فکرامو کردم. دوست ندارم که این مسئله حل نشده باقی بمونه. هرچی باشه چشامون تو چشه همه دیگه. درسته درسته. خب شما هم دبیر بسیار خوبی هستید و این مدتی هم که اینجا بودید مشخص آدم درستی هستید. قربان شما. ولی ضمن احترامی که برای شما قائلم جوابم منفیه. به هم ریختین ما را. حالا نمیشه یه مقدار بیشتر بهش فکر کنین لطفا؟ من فکرامو کردم آقای جبلی، این حرف آخرمه. باشه خیر دیگه مزاحمتون نمیشه. من دارم نمیخواد که شما از دست من ناراحت باشین. نه به خدا اگه ناراحت باشم، وقتی منو نمیخواین نمیخواین دیگه، زور که نیست آقا. نه اینکه شما مشکلی داشته باشید اصلا، ولی خب من دلایل خودمو دارم. بله بله حتما. شما هم جوونید و حتما کیسای بهتری براتون پیدا میشه. بله بله کیس که واقعا فراوون ریخته. ولی خب واقعا اینو خانم از صمیم قلب میگم، من هر جا برم باز دلم با شماست. من خیلی متاسفم ولی آقای جبلی من بهتون پیشنهاد میدم که این موضوع رو کاملا از سرتون بیرون کنید. یعنی اگه میخواید سال دیگه اینجا درس بدید بهتره که هر دومون این فکر رو کاملا از سرمون بیرون کنیم. عجب بابا سر کار گذاشتین اول اینجوری بعد نه. سر کار گذاشتم؟ اول میگفتین نه بعد یهو آره سر کار گذاشتین دیگه. نه اون نه اون مال چیز دیگه ای بود، این بله مال چیز دیگه ایه. خب آقا من باز دوباره گیج شدم، اون نه پس برای چی بود؟ مال پیشنهاد ازدواجتون دیگه. بدبخ شد. تو از من خواستگاری نکردی؟ غلط بکنم همچین چیز سارتی بکنم؟ تو چشام نگاه کن به من بگو از من خواستگاری نکردی؟ نه خدا شاهده نکردم، چرا علکی بگم؟ اون روز تو ماشین که از منطقه برمیگشتیم خب خب تو بر نگشتی بگی که حالا الان نه بر نگشتی بگی که رسمی موقت از اینجور چیزها. چی؟ پس منظورت از اون حرکات چی بود؟ کدوم حرکات بابا من هر چی چی نمیم. همون حرکات دیگه. چیکار کردم؟ خودتو لوس میکردی برای من، قضا میکشیدی، جوک میگفتی، پرتقال پوست میکندی. ها؟ برای من پرتقال پوست نکندی؟ آدم که علکی برای کسی پرتقال پوست نمیکنه. بابا من چیه میدونم به شما بر میخوره آخه این کارا.
ببینید خانم، من واقعیتش چجوری بگم، من نه اینکه دوست داشتم قرار دادم تمدید بشه، میخواستم توی مدرسه بمونم. بچه ها بهم گفتن یه مقدار با خانم دارابی. آره دیگه بچه ها چون به من عادت کردن، من نمیدونستم شما ناراحت میشین. خب واقعا اگه نه این کارو نمیکردم. لازم نکرده دلت برای من بسوزه. کی گفته من دلم برای شما میسوزه؟ من خانم اتفاقا اگه بخوام یه روزی ازدواج بکنم واقعا حتما میام سراغ شما. اولین کسی که انتخاب بکنم شما این، چون شما سواد دارین، اخلاقتون هم که خوبه. امروزی نینکم که زدین اصلا خیلی خوشتیپ شدین. من خوشتیپ نینک چیکار میکنین خانم؟ من قصد ازدواج ندارم، چیکار کنم؟ ببینم آقای جبلی، پس شما اگه قصد ازدواج داشتی میامدی سراغ من ها؟ حتما. تو فکر کردی من اینقدر آویزون موندم که بیای خواستگاری من ها؟ من منظورم این نبود. لابد فکر کردی که اگه میامدی خواستگاری من، منم میگفتم بله. حالا دیگه من اونو نمیدونم. بذار روشنت کنم آقا پسر، من اگر روزی خدای نکرده قصد ازدواج داشتم، صد سال زن آدمی شکل تو نمیشدم. فهمیدی؟ ببخشید مگه من چمه؟ چته؟ بله. کلن یک وجب قدته. شما باید بری خواستگاری زنی که 10 سانت ازت کوتاهتره، نه زنی که 20 سانت ازت بلندتره. فهمیدی؟ یه لحظه ببین خانم، اولا من خواستگاری شما نیومدم، دوما کی گفته قد شما بلندتر از منه؟ مشخصه که بلندتره. میگی نه؟ بیا ببین. ببینیم کی قدش. کجا تشریف میبری؟ بفرما اینجا. بله اومده. بفرما. بفرما. قد بلندی نکنی؟ قد بلندی نکنی؟ شما آره که پاشنتون بلنده، کفشتون در بیارین. شما کفشتون در بیارین با شرایط مختلف. خیلی ببخشید خانم، شما قدتون بلند هست توی خانما، ولی فکر نمی‌کنید یه مرد بلندتر باشه؟ فکر می‌کنید آقای جبلی؟ این بوده. خب معلومه کفش پاشنه بلند می‌پوشید، اینم 20 سانت پاشنه. پاشنه یا بی پاشنه، من قدم از شما بلندتره. ببینید ببینید. بفرما. بفرما. همچی میگه بفرما، انگار 190 سانت قدشه. آدم 160 سانتی باید بره زن 150 سانتی رو بگیره. نمیری. ای بابا. خجالتم نمی‌کشه. لا من فکر کنم خانم ما اشتباه میکنیم که داریم سر این مسئله جزئی با هم دیگه بحث میکنیم. بی خود حرفو عوض نکن. که مهم نیست. خیلی هم مهمه. چرا؟ شما قدت کوتاست. بابا اصلا مگه به قده؟ معلومه که به قده. چی گفته به قده؟ من میگم به قده. خانم من توی مردای ایرانی قدم متوسطه، کوتاه نیست. فهمیدی؟ خیلی هم کوتاست. نه خیلی کوتاه. به نظر من، نظر شما. به نظر من خیلی مهمه. من اگه بخوام زن بگیرم، خانم من باید به خاطر چیزای خوب دیگه من، مثلا چی؟ منو خیلی چیزا، مثلا چی؟ اسم ببر. خیلی چی؟ چیز نمیخوام بگم. خب معلومه نداری که اسم ببری. خب اگه راست میگی راست. مثلا اخلاقم. بله مثلا سوادم. خیلی چیزا دیگه دارم. نه. میدونی چه این حرفا همش حرفه. آقای محترم شما چه بخوای چه نخوای قدت کوتاست. کوتوله ای. خب کوتولم که کوتولم. معلومه که کوتوله ای. اصلا مرچی هستی کوتولش چی باشه؟ ببین عزیز من، نه با من بحث نکن. من اصلا با تو دروغ گفتم. من اگه قرار باشه ازدواج بکنم هیچ وقت سراغ شما نمیام. شما فقط مثل چنار قدتون رو بلند کردین و از قدیم خانم گفتن که آدم قد بلند خون به مغزش نمیرسه. الان من دیگه یقین کردم. خب بفرمایید. شما اخراجید. نقشه میکشین. گفتیم ای آقای جبلی بخواد بمونه بسه، باید همه تون رو اخراج کنم، ولی حیف که پای اولمپیاد وسطه. محشید تا جمعه تو کلاس رو میگردونیم، درس ها رو کامل دوره کنید، بعد از امتحان تکلیف همه تون رو مشخص میکنم. گیند زدیم خیلی بد شد. ببخشید بچه ها، ولی دیگه حرف نباشه، خیلی عقبی. کتاباتون رو باز کنید. صفحه 45.
من اینو میکشم. کمکت میکنم. شوهرت شروع به یه قرب این واقعیه که بارها و بارها اتفاق افتاده. بیژن جا بریم دیگه، مزاحم خواهیم داروی نشیم. من احساس میکنم از این به بعد خوبه که ما والدین تعامل بیشتری با مدرسه داشته باشیم. من به سهم خودم هر جوری که دستور بفرمایید در خدمت شما هستم. دیر شد، با اجازتون. خداحافظ. تو اگه تعامل بلدی بر زندگی خودت داشته باش، مدرسه پیش کشه. خانداربی بچه ها با تو میخواه حرف بزن. در مورد؟ آقای جبلی. در مورد ایشون هیچ صحبتی باقی نمونده. حالا برید سوار مینیبوس بشید. میخواستید این خانم نفیسی برگرده که برگشت. خیلی ممنون خانم دارابی. خواهش میکنم. اون آقا هم دیگه جایی توی این مدرسه نداره. خانم دارابی اون بیچاره که تقصیری نداره. همش تقصیر ما بود. ما نباید یه کاری میکردیم. حالا برای شما هم دارم. همین که به والدینتون نگفتم برین خدا رو شکر کنین. میگم که خانم داره به جون، حالا دیگه هیچ راهی نمونده. نه تنها راهی نمونده، بلکه از این لحظه یک بار دیگه اسم این آقا رو بشنوم، نفری دو نمره از انضباط همتون کم میکنم، شما رو هم توبیخ میکنم. بله بچه‌ها بریم، بعد از زیر قرآن هم رد شیم. بریم دیگه. خانم خیلی میشه. خانم خدا شما یه بار دیگه بفرمایید. دیگه خرج کلام گفتم خانم دارا. بفرمایید. آخر باشه. ما فقط ما اینکه به معلم داریم میریم. بیا بابا آرامش شما. بفرمایید. خب آقای دکتر، ما دیگه داریم میریم، شما تشریف دارین؟ راستش من همیشه دوست داشتم مدرسه دخترم رو ببینم. گفتم حالا که ورود آقای آزاد شده از فرصت استفاده کنم. همچینم آزاد نشده آقای دکتر، یه امروزه. دنیا دو روزه خانم داروی، یه روزش هم خدمت شما. راستی من هنوز منتظر اون نبرد انتقامی هستم. گذاشتم. اشکالی نداره، شما با من بیایید. من میرسم اصلا خانم. خیلی ممنون آقای دکتر، ما به اندازه کافی به شما زحمت دادیم. چه زحمتی خانم؟ امروز روز امتحان المپیاد دخترمه. تو چیزی مهمتر از این؟ بله خب خانم، ما در خدمتیم. بفرمایید. شما که هنوز اینجایید؟ بفرمایید سوار شید. خانم مدیر، خانم مدیر، مینیبوسم همون سفیده؟ بله رفت. کجا رفت؟ اون راننده‌اش منم. اوی چه وضع رانندگیه؟ بابا من که گواهینامه پای یک ندارم. من که پای دو داری. نه آقای دکتر، من دارم سعی می‌کنم که این شماره رو بگیرم ولی نمیشه. مثلا نمی‌دونم چه نداشیم رانندگی بکنم. این سرد تفکر که فکر می‌کنین زن خوب رانندگی می‌کنه. من کی این چیزا می‌ذارم خانم؟ من هرگز نداشیم رانندگی کنم. چه نداشیم رانندگی کنم؟ من خانم دارا بیام. من دفعه چینیه، گاز ارز دادن می‌بره. من چیکار کنم که چیه؟ اینم که خاموشه. خونه‌شو بگیرین. خونه‌شو ندارن. خب شاید بیچاره تلفن نداشته بده. تون تر برو آقای دکتر. تو دست نمیشه 200 مامان چه دیدم کسی؟ آره مادر، چای حاضره. ولی اینقدر چرا عصبی هستی مادر؟ خانم ها بفرمایین برین. با سرنوشت خودتون بازی نکن. این چند دفعه؟ نمیریم. چرا متوجه نیستین؟ خانم داروی با من مشکل دارن. اگه منم قبول کنم ایشون قبول نمی کنن. شما بیا اینو قبول میکنم. آخه مادر شما خیلی کار بدی کردیم، با احساسات مردم بازی کردیم. خب تقصیر خودشه. خانم داروی خیلی نامردی سحر رو اخراج کرد. باید میدید. خب سر جان، شما هم عقد کرده بودیم باید به مدیرتون میگفتیم. خواستم بگم ولی گفتم چه کاریه، هنوز که عروسی نکرده بودم. خب بابا الان این حرفا چیه شما میزنید؟ نیم ساعت دیگه بعد هایه
نیم ساعت دیگه بابا در سالن رو میبندن، یه سال زحمتتون هدر میره، برید دیگه. فردای سرتون آقای جبلی، ما تو آخرش وای میست. ببینین برای آخرین بار دارم بهتون میگم، میرید یا نه؟ نه به جهنم. برای اینجا این چه طرف آخه به من چه ربطی داره؟ ببخشید مادر من، اینقدر بمونید اینجا زیر پاتون علف سبز شه، یه چایی بر من بیارید، من دارم توی اتاقم سوال تر میکنم، کسی مزاحمم نشه. ببخشید مادر. بچه ها، وحید بچه خوبیه ولی خیلی یه دنده و لجبازه، موقع یه کار رو نخواد بکنه نمیکنه تا آخرش. پس بریم به کارتون برسیم. چیه؟ نظر جبلی؟ بله. بچه های شیمی من اینجا نیومدن؟ آیا منو چه سفید ماشین گنده بزرگ مادم؟ شما خانم دارابی هستی؟ بله بچه شیمی من کجا؟ اومدم وحید جون رو برداشتم بردم سر امتحان؟ بله، خیالتون راحت باشه وحید موازم. خیلی ممنونم، بریم دکتر. مادر شما میبود سفیده رو دیدی؟ سرتایی سالم بود، جایش نخورده بود. والا تا اونجا که من میدونم یه ورش رفته بود. بیا بابا یه ناشو خانم وزد میخرم. آخه چرا خدا تو یه ریبیری یه ور میری بسه بابت برم؟ ناراحت نشو، شوخی کردم. مادر این چه شوخیه بابا؟ یاسمن جان بری. ای یاسمن خانم شما ای؟ بله. آخه وحید جون راجب شما خیلی با من صحبت کرده. چی گفتم؟ خیلی تعریف شما رو با من کرد. شما چند سالتونه؟ 27 سال. یاسمن بریم دیگه. خدا دیر شد راشون نمیدن. غلط میکنم. اصلا همه اینا تقصیر شماست. من چی کارم خانم؟ پری خانم جنابالی مغز متفکرین عملیات، الانم که گویا راننده مینیبوس ایشونه. خب اینا همه برمیگره به شیوه تربت جنابالی. تقصیر خودتون رو گردن من نندازین خواهش می‌کنم. حالا تقصیر من شد؟ بله. اگه شما مراسم مثل این ندامتگاه مرکزی اداره نمی‌کردین، الان دختر من تو خیابون ویلون نبود، پشت رول مینیبوس این آقا. شما در اون حدی نیستید که در مورد اصول تربیتی و آموزش مدرسه من نظر بدید. خودم من هر کی دلم بخواد نظر میدم. مغز اطلاعات مدرسه من 2 سال پشت سر هم دبیرستان نمونه منطقه. برازون اصلا نمونه نیست. شما صلاحیت نظری در این مورد ندارید آقای محترم. من والدین بچه هام، اگه من نظر ندم کی نظر بده؟ به هر حال من مدرسه ما همونجوری اداره میکنم که خودم تشخیص بدم آقای والدی. شما هم بهتره فکر تربیت دخترتون باشین که مینیبوس مردم رو دوست دارید. صد خانم دکتر واقعا همچی بچه این نوباره. اوی دفعه آخرت باشه راجبه بچه های من اینجوری حرف میزنی یا مینیبوس برای واسه چی برای مواظب حرف زدنت باش. بله خانم دارابی، ببینید به نظر من شما با این مسئله مربوط به حقوق زنان و مردان این حرفا دارین ذهن بچه‌های ما رو مسموم می‌کنین. من نمی‌فهمم ما مرد چه هیزم تری به شما فروختیم. اصلا هم اینجوری نیست. هست. نیست. هست. گیرم که هست. شما اعتقاد ندارید که حقوق زنها در این جامعه پایمال شده؟ معلومه که شده. ولی نه اینجوری که شما شلوغش می‌کنید. معلومه دیگه. برای اینکه شما جزو همون پایمال کننده ها هستید. خانم دارابی، من دکتر زنانم. من به زنها خدمت می‌کنم. خیلی بیشتر از شما. اینا همش حرفه آقای دکتر. اعتراف کنید که به زنها نگاه ابزاری دارید. اعتراف کنید. بستگی به زنش داره. آقای محترم هنوز که امتحانو شروع نکردن که امکان نداره حرفش هم نزنین. عزیزم منطق داشته باش، اینا الان وقت دارن. گفتم نمیشه بگین چش. چه خبره؟ دارابیه؟ بله. راشو نمیدن؟ راشو نمیدن؟ چرا راشو نمیدن؟ کی راشو نمیده؟ خانوما دیرتون شد، بیا بریم سر جلسه امتحان. چرا شما نمیگین شاگرد خانم دارابی هستی؟ آقا مگه نمیگی شما قانون قانونه؟ چی شد بعد؟ بابا همش فرمالیته. بیا خانوما، بیا بیا درو وا کرده. خیلی خوب، بری تو ببینم. بعد از امتحان خدمت تک تکتون میرسم، البته با اجازه آقای والدین. شما خیلی تام دارین خانم. خان دارابی، آقای جبلی رو برمیگردونین مدرسه؟ دختر؟ نخیر. ببخشید خانم، ببخشید بابا. پس ما امتحان نمیدیم. بله بله, بله.
امتحان نمیدید؟ نه خیر. خیلی بیخود میکنید امتحان نمیدید. پاشید برید سر جلسه. مرشید پاشو. خانم دیگه رو ما حساب نکنید. به جان خودم همتون رو اخراج میکنم. یه کاری میکنم دیپلمم بهتون ندن. فروغش میریم شوهر میکنیم. اصلاًم بد نیست. ببین پریا، یا بلند میشی مثل بچه آدم میری سر اون جلسه امتحان، یا میام گوشتو میگیرم خودم میبرمت. برم تو هم ورقه رو سفید میدم. تو غلط میکنی پدر سوخته. همینه که هست. شاپوری با پدره درست صحبت کن. ببینید بچه ها خوب گوش کنید، خواهش میکنم به خاطر من زندگی خودتون رو خراب نکنید. اگه احساس گناه میکنید، فکر میکنید به خاطر شما بوده که من بیکار شدم، کارم از دست دادم، اینطور نیست. خیالتون راحت، من یه جای دیگه قرارداد بستم. آقای جبلی. بله اتفاقا نزدیک شماست، دبیرستان الوند. با خیال راحت برید امتحانتون رو بدید. بله الوند؟ بله آقای رضاییان به من لطف داشتن، به جای دبیر شیمیشون که سرباز فراریان منو بردن سر کار. ایشون خیلی غلط کردن که شما رو بردن، شما هم همینطور که قبول کردید. حالا از من دبیر میدوزده؟ مرتی که کتوله کجاست بهش نشون بدن؟ خانم دارو بیجون شما هم طور خدا بس کنید، سکته میکنید تو این وضع میافتید رو دستمونا. بسرید اول قضیه بچه ها رو فیصله بدید. گوره پدر بچه ها. آقای جبلی شما هم همین الان میرید قراردادتون رو با اون مرتی که دوست بسخ میکنید، برمیگردید میایید پیش خودمون. فهمیدید چی گفتم؟ یه لحظه بایست، دست نزن بعد من باید یکم فکر کنم راجبش. باشه قبول میکنم. موفق باشی. هستم. آقای جبلی اصلا باورتون نمیشه اینقدر به من امروز استراب باره شده، اینقدر فشار به خدا خیر عنواتتون رو بده. این یه مسئله بود، تموم شده رفت خانم آقاسی. آقای جبلی ما خیلی خوشحالیم از اینکه شما برمیگردی پیش ما. بله ولی خداییش اینقدر روزا تو مدرسه جاتون خالی بود. مرسی شما خیلی مهربونی. نه من عربی خیلی خیلی مهربونی. آی چی شد؟ فشار اصلا یه افتاد. خب اگه صف کردم میخواییم بریم یه کافی شاپ یه چیزی بخوریم؟ بله. خب با اجازه ما میریم همین جا. بفهم کافی شاپ این برای کوچه پشتی شما. بفهمایی یکم آرام همین خبراییه. همینه دیگه، وقتی من مرد راه نمیدادم به خاطر همین چیزا بود. خانم داره بشه ما نمیخواییم بی خیال شین. نه خیر من هنوز منتظر نبرد انتقامی هستم. دفعه قبل دست کم گرفته بودم از ما، حالا این بار میخوام با تون جدی بازی کنم. دیدم اون دفعه چقدر جدی بازی نمی کردیم، کم مونده بود سکته کنید. همین جا من دیگه چه خبر؟ بیام بهتون بگم چه خبر؟ نه بذارین من بهتون بگم. درس بخون درس خیلی خوبه، واسه شوهر کردن یک کمی زوده، ازدواج لیلی مجنون عاشق، از بعد عقد کتک و گشوده. این آسی این نمک هاش دو زد کپک، خانم مدیر زد یک مرد و کتک. شما کردی نیست و نابودم، دست از سر کچل من برداری،
چوبی که کردین تو گوشم دراری ای ناسی ای نمک پاش تو زد کفک خانون با دیزم یک مردم بوتر خسته از دست این دنیا از مدیر و ناظم و این شاگردا این همه مدرسه بود توی دنیا اون وقت من باید بیفتم اینجا این آسی این نمک هاش تو زد کفر خانون مدیر زد یک مد و کتر